به مناسبت سال روز شهادت امیر المومنین طبق روال سالهای گذشته موکبهای ازاداری در خیابانهای شهرهای بزرگ پاکستان به ازاداری پرداختن گزارش همکارم در این زمینه را با هم ببینیم شیعیان پاکستان طبق روال سالهای گذشته سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام را به سوگ نشسته و ازاداری باشکوهی را در این روز برگزار کردند. سال روز شهادت امیر در پاکستان با نام یوم علی شناخته می شود. جمع زیادی از شیعیان پاکستان با حضور در دسته های ازاداری در خیابان های اصلی شهر های بزرگ این کشور از جمله کراچی، لاهور، چکوال، سرگودا، تیسلآبار و سایر شهرهای دیگر پاکستان آمده و با مدیه سرایی و سینزنی به ذکر مصیبت مولای متقیان پرداختند در شهر کراچی نیز سینزنی هزاران نفری شیعیان این شهر پس از برگزاری مراسم ازاداری وارد حسینیه ایرانیان این شهر شده و در آنجا نیز برای روز شهادت حضرت امیرالمؤمنین به ازاداری پرداختند حسینیه ایرانیان کراچی که به همت مردم شهر یست ساخته شده یکی از بزرگترین محل اجتماعات شیعیان این شهر است گفته می شود از چند روز پیش شیعیان پاکستان خود را برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت حضرت علی علیه السلام آماده کرده بودند یکی از اقدامات مرسوم در پاکستان ساخت تمثالی از حرم و بارگاه حضرت علی است که در این روز مردان پاکستانی با بلند کردن این تمثال ارادت خود را به امام اول اعلام می دارند. مردم محلی میگویند که این تمثال از مقدار زیادی طلا و نقره ساخته شده است و برای بلند کردن آن 6 تا 8 مرد تلاش می کنند. این از عظیم چند ساعت پیش از افتار آغاز و در زمان افتار با برپایی نماز جماعت به اوج خود میرسد برای حفاظت از جان ازاداران و محبان اهل بیت که در این مراسم شرکت کرده بودند تمهیدات امنیتی شدیدی اتخاذ شده بود و بیش از 5000 پرسنل امنیتی در طول مسیر برای اطمینان یافتن از ایمنی شرکت کنندگان و بازدید کنندگان از این مراسم مستقر شدند. به گفته پلیس، گامهای لازم پیشگیرانه برای تامین امنیت این مراسم ها برداشته شد و بازرسی های امنیتی شدیدی برای کسانی که وارد تجمع ها می اجرا گردید. دکتیر انداز های متخصص بر روی ساختمان های بلند در مسیر عبور شرکت کنندگان در مراسم مستقر شدند و بازارها در مسیر عبور شرکت کنندگان در مراسم و خیابان های مجاور بسته شد. علاوه بر آن نظارت امنیتی با نصب 180 دوربین برای کنترل عبور موکب ها افزایش یافت و همچنین بیش از 16 هزار پرسنل پلیس برای مدیریت 192 تجمع بزرگی که در شهرهای مختلف پاکستان در طول روز برگزار شد بسیج شدند به شرکت کنندگان در این تجمع ها توصیه شده بود که مدارک شناسایی خود را همراه داشته باشند و به شهروندان نیز توصیه شده بود از تردد غیر ضروری در منطقه برگزاری این مراسم ها خودداری کنند.